خانم آنا فرزیندر استاد کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کالیفرنیا است. خیلی خوب درس خونده، یکی از نوابق دوران هست، ولی در این حال کارهای دیگه هم انجام داده، نقاشی هم میکند، به موسیقی هم بیتوجه نیست. با همین احوال تا کتاب داستان ایشون در نیامده که اولین کتابی است که منتشر میکنه پی نمی بردیم که چطور ایشون توانسته است در یک کتابی با نام آهو در نیویورک 3 فصل از قصه هایی رو بگه که به هم مرتبط نیستن البته، و به نظر میرسه که تخصص علمی که ایشون داره در این حال تونسته اینجا خودش رو در قالب یک داستان قرار بده و ترکیب قابل قبول زیبایی شده. به حال یه مجموعه شده است با داستان‌های کوتاه سرگرم کننده. یکی از قصه ها رو از همون بخش آخر با صدای خود نویسنده بشنوید، آنا فرزیندر. به صفحه آیفونم نگاه کردم تا تاریخ روز رو ببینم. 2 روز دیگر 40 ساله می شدم. به کنار آینه تمام قد رفتم و به سر تا پایم نگاهی انداختم. دستی به شکم صاف و خوش تراشم کشیدم. به لطف تیغ‌های جراحی اندام مناسبی داشتم. دکترهای بیورلی هیلز در دنیا بهترین هستند. سینه‌هایم به خوبی از عمل در آمده بود، همانطور که می‌خواستم برجسته و به شکل گلابی بودن. رژیم و ورزش مدام با اپلیکیشن مورد علاقه‌ام کمرم را هم باریک نگه داشته بود. فقط باید کمی بیشتر روی برآمدگی باسنم کار کنم. راحت 10 سال جوان‌تر نشان می‌دهم. کمی مایل ایستادم تا یک عکس سلفی بگیرم. آن را روی اینستاگرام پست کردم با هشتگ روحیه امروزم، هشتگ مود. این چند وقت اخیر هرچه پس انداز داشتم خرج بوتاکس و ژل صورت کرده بودم تا اثر گذشته زمان کم رنگ شود. خیلی هم خوب شده بود و راضی بودم، ولی با این حال فکر کردم به کیوان قصه هر روزم شده. چرا دیگر نیم نگاهی به من نمی کند؟ همسرم شبها دیر وقت از سر کار می آید و صبح زود هم می رود. از سیری پرسیدم مواد لازم برای پخت سس پاستای تازه چیه؟ در یخچال را باز کردم و عکسی از طبقات داخل آن گرفتم. دستیار مجازی اسکن خود را تمام کرد و اعلام کرد: شما 3 مورد کم دارید. گوجه فرنگی ریز گیلاسی، پنیر پارمزون و ریحان. باشه، پس با هم بریم خرید کنیم. شال و کلاه کردم و با همدم به خرید رفتیم. او همه چیز می‌داند و من را خوب می‌شناسد. بدون اینکه بپرسد آهنگ مورد علاقه‌ام را در ماشین پخش کرد و مسیر را تا سوپرمارکت نشان داد. پیاده شدیم و به فروشگاه رفتیم. اول به کدام قسمت برویم؟ پنیر در ردیف 5 و در یخچال سمت چپی است. باشه، الان پیداش میکنیم. چند مدل کدوم بردارم؟ بسته‌بندی سبز که برای پنیر کم چرب است. خب، حالا کجا گوجه فرنگی پیدا کنیم؟ در قفسه 3 و کمی دورتر. دسته‌های ریحان هم هستن. خریدمون تمام شد و به خانه برگشتیم. وسایل را حاضر کردم. پیشبند آشپزی را به کمر بستم و با هم مشغول پخت و پز شدیم. همدم مجازی مرحله به مرحله دستور پخت را گفت و من اجرا کردم. وقتی غذا حاضر شد چقدر دلم میخواست یک بشقاب و چنگال هم برای این همدم نازنین بگذارم تا او هم غذای تازه را امتحان کند. هرچه باشد این همه کمک کرده و وقت گذاشته بود. در خیال خودم قوطه بر بودم که صدای دستیار تلفن دریافت یک پیغام را اعلام کرد. پرسیدم از طرف کیه؟ پیام از شخصی به نام آرمان است با پیش شماره فرانسه. او آرمان؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم تکست رو بخون. آرمان نوشته است: امروز از پاریس به لس آنجلس رسیدم و برای تولدت میخواهم ببینمت. صدای مردانه قول به دیوارهای ذهنم برخورد کرد و چند بار انعکاس یافت. پارسال آرمان همکلاسی قدیمیم را در سفر تابستانی به اروپا دیده بودم. هنوز بعد از این همه سال چقدر احساس صمیمیت داشتیم. نمیدونم درست بود او را دوباره ببینم. در هر صورت گمان نکنم که کیوان اصلا تولدم را به یاد بیاورد.